از وقتی که نگاه میکنیم به سیر ادبیات این ترانه ها و آهنگساز ها و خواننده ها، امروز فکر میکنم که ما به جایی رسیدیم که واقعا ترانه ها و سرود های انقلابی که مفاهیم خیلی محکمتری دارن، خیلی زبان محکمتری دارن و موسیقیشون یه موسیقی خیلی تندتریه داره منتشر میشه و خیلی آثار بسیار زیادی که فکر میکنم که شاید نظیر نداشته قبل تر از چند دهه قبل تر تا زمان آغاز در واقع جمهوری اسلامی.